سلام به همه بچه ها، اومدیم با اطلس راجع به رئال صحبت کنیم که اصلا این رئال داره چی کار میکنه. بارسا رو که ترکون تو کلاسیکو، تو لیگ و چمپیونز لیگ هم که تا الان که داریم صحبت میکنیم خیلی موفق بوده. و اینم بگم برای بچه هایی که تازه ما رو میبینن و این ویدیو رو میبینن، ما راجع به فوتبال اروپا صحبت میکنیم، لایو ریاکشن میایم و با بچه ها هم راجع به هر تیمی گپ و گفتی داریم. اگه دوست داریم ما رو سابسکرایب کنین، لایک و علامت زنگوله رو هم بزنین که ما هر ویدئویی میذاریم خودتون خبردار بشین. چطوری اطلس؟ خوبی؟ مرسی. شما چطوری؟ با این منم خوبم. نه از اون جهت که خرابه، از اون جهت که ناراحتم اوضاعم خرابه، ولی نه ما اوضاعمون خیلی خوبه. شما خیلی وقتمون نیومده بودی، دلمون تنگ شده. من راضیم الان از رئال، خیلی راضیم. آره رئال سرزنده و بشاش به موقع اومدی. رئال دفعه پیشیه که اومدی رئالتون رئال نامشخصی بود، میبردین ها ولی نامشخص. یه سری ستاره ها رفتن، بازیکن های جدید اضافه شدن، تو باید مچ بشن با سرمربی، حالا خیلی طول میکشه، ولی خب خدا رو شکر این فصل خیلی راضیم. اصلا چی شد همین هفته که داریم صحبت میکنیم ال کلاسیکو ما رو 4 تا بمون زنین توی سوپرکاپ و اینکه وینیسیوس هم که جلوی ما هتریک کرد با ترکیب جدید؟ و اصلا به نظرت شما خیلی خوبی یا ما خیلی بدیم یا جفتش؟ البته شما جفتش نمیشه، جفتش. به نظرت کدوم بیشتر؟ کدوم بیشتر؟ رئال خیلی خوبه، قبول کنیم. الان رئال آنجلوتی واقعا تیمو ساخته، یعنی من عاشقشم، یعنی از روز اول طرفدارش بودم، همیشه هم جلوی کسایی که راجبش بد میگفتن واقعا میگفتن وای میسارم، میگفتم که شما صبر کنید، صبر کنید، این بر آنجلوتی میدونه باید چیکار کنه. از اون ور تیم زاوی اصلا خیلی بد بازی کرد. هیچ حرفی برای گفتن نداشت. یعنی اصلا نه میدویدن. اصلا انگار انگیزه نداشتن بازیکن بارسا. اصلا بی خطر. اصلا هیچی. هم دفاعتون هم حملتون هیچ واقعا حرفی برای گفتن نداشت. یعنی من یکم استرس داشتم راستش رو بخوای برای فینال. گفتم که یکم بارسا ما رو اذیت میکنه. ولی شما اصلا هیچ اذیت کوچولو نمی‌کنید. بی خطر. ولی اصلا یه چیزی که دروازه‌بانمون خیلی بد بود. دروازه‌بانمون یه چیزی تو مایه های مثلا کپا و لونینه. آره ببین اصلا مقایسه نکن با این دوتا. لونین که شاهکاره اصلا. لونین آره کپا سوراخه، خودش کپا سوراخه. بیا با هم به توافق. سوراخ نیست، خیلی بازی ها خوب بود. فکر میکنم که اعتماد به نفس نداره. بازی با اتلتیکو بود فکر کنم. آره اونانای منچستر، نه من منچستر دنبال میکنم، اونم یه کمی بعضی جاها سوتی میده، ولی خب از اونانا بهتره اوزای کپا. و اینکه با ترکیب جدید چطوری؟ اصلا بدون خوزلو و مهاجم نوک، یعنی وقتی که حاجی رفت اون پست خالی شد، الان 4-4-2 بلینگهام هست و والوردو. آره بازی با کی بود؟ 4-3-3 چی تو خوب بودیم، ولی با سرکلاسی با 4-4-2 چی با دو تا مهاجم میریم خوبه. اولا رودریگو و وینیسیوس اصلا با هم دیگه اصلا کاراشون نمیشد. همه میگفتن اصلا رئال نباید 4-4 تو بازی کنه، نمیشه با دو تا مهاجم. ولی خب دیدی دیگه چیکار کردن، خیلی با هم خوب شد. کارلتو اینا تاثیر کارلتو همینو میخوام بگم، یعنی نبوغ سرمربی، یعنی من عاشقشم خیلی واقعا. هم احیا کرد وینیسیوس، وینیسیوس مصدوم بود، خیلی زود برگشت. رودریگو رو از اون بلینگهام پشتشون اصلا شاهکار دیگه، یعنی واقعا یه جورایی شده آشار فرانسه. هم میاد عقب پاس میگیره، تخریب میکنه، میره جلو، پاس گل میده، گل میزنه. بیچاره برای توپ طلا، برای توپ طلا داره قدم برمی‌داره دیگه. به نظر توپ طلا رو میگیره بلینگهام. واقعا من خیلی دوست دارم بلینگهام، یعنی با اینکه رئال خیلی دوستش، واقعا چرا نگیره؟ یه جام دیگه به یو سی ال لالیگا چیزی بگیریم، چرا نگیره؟ و انگلیس هم ممکنه قهرمان یورو شه اگه مسی تیم بذاره. نه مسی که اصلا، حالا ما صحبت کردیم مسخره بود دبست بردنش دیگه، اصلا دیگه قبول داری؟ آره بابا معلومه دیگه، مسخره است دیگه. بیا جایزه بهم بدن بگم بابا اصلا خودشم خیلی مانو نداد روش دیگه، یعنی اصلا دقت کنی خودشم میدونه که یه جوری خوبیه. حالا خب فایده منم نیست. خب نه خب به نظر من اصلا به نظر من حالا میدونم اختلاف نظر داره، به نظر من به تماس کن تاریخه، ولی در سال 2023 فوش به جامعه فوتبال که
این حالا جام جهانیش هم که بر توپ نکرد. من نمیدونم چطوری این آدم تو ببین تو مثلا اینتر میامی خوب گل زد، ولی مثلا همون آمار رو رونالدو مثلا بهترش رو داشت تو النصر. خب مثلا خدا وکیلی اصلا لیگ عربستان و آمریکا رو اصلا آره، جفتشون بند، ولی این از اون باز بهتر، لیگ عربستان خیلی بهتر از لیگ آمریکا. خب چی داره اون؟ اصلا من اصلا میگم اصلا من میگم چجوری میشه چجوری میشه هالند نبره؟ اصلا من کاری با رونالدو مسیش ندارم، هالند چجوری نبره؟ خیلی عجب، خیلی گناه داشت، خیلی حقشون میخورن، قبول داری؟ خیلی حقشون میخورن، اذیتش میکنن. این وافری که خوشم میاد بودم فکر کنم فصل پیش، آره سگانه کردن دیگه، سیتی شیشگانه، آره دیگه امسالم که امسالم که همه رو بردن جام باشگاه جهان هم بردن، همه شو آره. درو کرد واقعا حقش بود. من نمیدونم حالا باید ببینیم که حالا به من از من دیشب آره. دارم دعوا میکنم با همه، یعنی دیدی که همیشه سر رئال رونالدو من بحث دارم با بارسلونا یا حتی با خود رئالیا، میگفتن که چرا مثلا میگه مودریچ رای داده بده، خب مودریچ چرا مثلا باید بیاد یه کار این کارو بکنه؟ آره این هم عجیب بود که بازی کنه. ولی خب این داستان فکر میکردم که احتمالا، یعنی من 100% نمیدونم، این آگاهی ندارم، ولی فکر میکنم که نظر کل تیمو میگیرن یه در نهایت این رعیه، یه رعیه مثلا احترامی بود بیشتر به مسی. آره. میدونی چی میگم؟ رعیه آره خیلی حال، واقعا احترام من که بارسایی هم مثلا احترام ویژه برای مسی، ولی حقش نبود. ولی از این قضیه هم بیا عبور کنیم بریم سراغ این که الان با این وضعیتی که توی فصل داریم، یعنی 18 امتیاز تو چمپیونز لیگ اومدیم از گروه بالا، لالیگا هم که خیرونا بالاخره لغزید و یه مساوی کرد با آلمریا و الان میتونین جلو بیفتین و... آره اخراجی دادن و اینکه حالا چی فکر میکنی کلا راجع این فصل؟ ببین کلا خیلی وقتا پیش اومده بارسلونا هم بگم لالیگا رو بگیریم هست. خب شما خب. که اصلا هیچی، حالا تو آره ما واقعا هیچی نباید بگیم، نه ما هیچی، صد درصد خدافظ، فکر نمیکنم کاری بکنه. یکم خیرونا عجیب غریبه دیگه، اومده تا اینجا رو نیم فصل هم گذشته بود داره اونجوری میاد، ولی فکر نمیکنم یه جور به هر تیمی که اسم و رسدار نباشه خیلی بازیکن خوب داشته باشه یه جا میبره، یه جا کم میاره. یعنی من فکر میکنم که امسال رئال بتونه لالیگا رو بگیره، اما فکر میکنم که بازی با خیرونا رو ببریم، مخصوصا که بازی تو برنابهو بازی بعدی و احتمال بردن ما ببریم دیگه تمومه. آره لالیگا رو من استرس ندارم، یکم سر لیگ قهرمانان ببینیم چی میشه. جام حذفی هم بعد ببینین که چیکار میکنین دیگه. آره دیگه حالا با اتلتیکو بازی داریم ببینیم چی میشه. آره. یه کمی آره استرس هست چون که بازی تو متروپولیتانو آره. اونم بازی حذفی، اصلا بازی حذفی خیلی کثیف آره. بازی میکنه سیمونه اصلا یه اتوبوس آره. برات میشینه حالا برو ببین بعد چیکار کنی. ولی بازیاتون آره. دیدنیه دو تا تیم مقابل رئال و اتلتیکو خیلی باحال. فورواردامون حالا فوروارد که به اون صورت نمیشه، ولی مهاجممون همشون خیلی قدرت تخریبشون بالاست، یعنی حتی چنان حتی فول بک هامون تو بگو چه میدونم هاف بک هامون وینگر هامون همه شون میان تو دل دفاع و شاهکار میکنن. یعنی الان با وجود بلینکام از اون براهیم هست، رودریگو خوبه، وینیسیوس حالا گولر هم هست تازه، ولی خیلی باز من سر بازی قبلی خیلی واقعا دوباره امیدم بهش بیشتر شد. بابا دیگه زد ترکوندمون دیگه، باید چیکار کنه بنده خدا دیگه. گولر هم میگم آره اون که بیچارمون کرد، گولرتون هم خیلی خوبه بابا دونین. آره نه آردا گولر، آها فکر کنم میگی گولره. نه آردا گولر. آره آردا هم خوبه، یعنی آینده داره دیگه. حالا یه سری میگفتن اینا اوزیل میمونه و اینا، هنوز زوده که بخوای بگی حالا در حد اوزیل و اینا، ولی بازیشو من خیلی دوست دارم، بازیشو خیلی دوست دارم. پسر چی میگن چغریه، خوب بازی میکنه. حالا با توجه به همه این شرایط اساس الان آنجلوتی هم که دیگه تمدید کرد دیگه، برزیلش هم کلا کنسل شد تا 2026 موندنش، چقدر هم خوب شد برای آلیا. آره. یعنی حالا الان یه سری اوترا میریزن سن، ولی واقعا من آنجلوتی از زیدان هم بیشتر دوست دارم به عنوان سرمربی. من هم بیشتر میپسندم آنجلوتی از زیدان، فقط من به عنوان بارسا اصلا خیلی عشق میکنم، مثلا خیلی انسان جنتلمن و خیلی اصلا نه که زیدان نباشه اصلا. آره نه اصلا زیدان که آره. اصلا خدای فوتبال، اصلا تو نمیتونی راجع به زیدان صحبت کنی، ولی تو سمت سرمربیگری من آنجلوتی رو خیلی دوست دارم. آره. احساس میکنم که
خیلی بلده که چطور با بازیکن ارتباط برقرار کنه، چطور احیا کنه. مثلا وینیسیوس واقعا دوره دوم زیدان خیلی خوب نبود، حالا میدونید واقعیت دیگه، ولی آنجلوتی اومد و وینیسیوس رو کاملا احیا کرد، یعنی اون پتانسیلاشو بهش یه جورایی یاداوری کرد که تو چیکار میتونی بکنی. حتی رودریگو خیلی ها. اصلا همه دوستش دارن دیگه. آره خیلی دوست داشتنیه کلا. آره و رونالدو چقدر دوستش داشت موقعی که تو رئال بود یادت باشه؟ از راه رفته و پست گذاشته تو فیسبوک یا توییتر همچین چیزی. یادش بخیر. و اینکه حالا الان که بحث شد، سه تا سوال سری. یکی اینکه الان حاج کریم بنزما رو میگم، مثلا اینکه میخواد از لیگ عربستان یه صحبتایی شده که لینک شده به شما، فکر نمیکنم خیلی جدی باشه، دوست داری حالا برگردی یا نه؟ 442 جدید دوست داری با بلینگام و اینستا؟ نه حالا خوزلان هست دیگه، حالا یه وقتی آره. شاسستن بعض موقع میچینه آنجلوتی، حالا یاد عوض میکنه نیمه دوم، مثلا کلا یاد دیده که ترکیب و کلا آره. عوض میکنه، یه چیز دیگه ما میبینیم هر موقعی که داره. الان بازیکنو دارن به نظر مثلا بنزما واقعا نباید دیگه برگرده. من خواستش خیلی ناراحتم چرا رفت. و هالند یا امباپه اگه حالا مثلا بخواین یکی رو بگیری آخر فصل، چون واقعا جفتش هم شدنی هست براتون. ببین از نظر منطقی بخوای حساب کنی، خب حالا هالند چون که مهاجم نوکه ما نداریم، مهاجم نوک میخوایم و بودن هالند خیلی میتونه به تیم کمک کنه، ولی من خودم فن امباپه. فن امباپه؟ یعنی آخه یه کمی زشت باتون رفتار کرد، نه اینکه حالا بخوام خیلی جوم بدم، ولی نظر فنی دیگه. نظر فنی. آره فنی که ماردیستاه. من کاری ندارم که چه اتفاقاتی. ببین فوتبال یه واقعیتی که خیلی مسائل دخیلم توش. خب دقیقا. بحث سیاست هستش، بحث چه میدونه الان مدیر برنامهش مامانشه، کی اون اصلا گن زده به کریر بچهش. من احساس میکنم که امباپه خیلی تحت فشاره، خیلی اصلا ده. چون که پارسال هم داشت میومد اصلا یه کاراش شده بود و دیگه مثلا عجیب بود که یه بار رئیس جمهور رفت پیشش که آقا تو رو خدا نرو خیلی دیگه بهش ارج و قرب دارم میدن، از اون دارم میدونی پررو میشه دیگه. دقیقا دیگه من چند سالشه پررو میشه اونم بدونه سنش بالا شد 25-6 بله 25-6 سالش شد. بیاد باید بیاد، اگه نیاد هیچ افتخار فردی هم نداره. آره تو عوض یک روز دیگه نیاد اگه واقعا. آره واقعا این فصل یعنی هرگز دیگه، یعنی واقعا من ببینم لاک پوش ببینم من جیر میزنم. خب ولی الان که بازیکن آزاده، یعنی نیازی نیست که ما پولی بخوایم به خود پاری سن ژرمن بدیم و فقط بعد به خودش پول بده باشه. حالا عجیبه من که نمیره، ولی خب به هر حال تیممونه دیگه. من امباپه رو دوست دارم، بیاد چون امباپه حالا هم وینگر هم جابجا میشن، مهاجم بازی میکنه، اصلا کاراشون میشه. یعنی من ترکیب وینی رودریگو امباپه رو خیلی میپسندم، خیلی سمی میشه. مثلا که مثلا بلینکام باشه و پرش حالا مثلا کروز باشه. بابا نگو دیگه، ما تنمون به لرزه افتاد. کاماوینگا شما... باشه شما ویکتور روکه مثلا نگ با هافبکامو خوب. آها ما یه مشکل دیگه که رئال داره فول بکه. اس ببین ما باید یعنی چپ و راستمون یکم چیز دیگه، حالا کار باخار که هیچی خب، ولی سمت چپ من گارسیا رو اصلا نیستم. من هم کمش بس یعنی بازیکن خوبیه ولی به درد در حد رئال مادرید نیستش. مندی هم که الان خوب بوده، یعنی مخصوصا سر همه کلاسیکو که مثلا زرد تلفون دیگه شماره اینه خیلی خوب عقب جلو رفت همه کار کرد، یعنی هم تو دفاع هم تو حمله یه گل هم بعد تتیکو زد. آره. آره 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 اصلا ما تو نیمه نهایی که فکر کنم از گلام آره دیگه سه تاشو چیزامو زدن، مدافعامو زد و دیگه گل زد، مندی گل زد، کارواخال گل زد. آره کارواخال آره چه گلی هم زد. ولی آره اگه از اون برای یه تقویتی بکنم تو دفاع، حالا چپ و راست وسط، یه مهاجم نوکی هم بگیره دیگه اصلا تمام رئال قشنگ دوباره میره واسه سه تا هتریک مثل زیدان به نظر من. یه هتریک که... قهرمانی، یه هتریکی توی چمپیونز لیگ بتونیم دوباره. نه تو رو خدا، نه تو رو خدا دیگه، من الان دیگه واقعا هتریک که دیگه تا حالا هتریک نکردی، یعنی هتریک چمپیون، یه حد سگانه سگانه، یعنی بگیریم که دیگه ما دیگه اون نمد دست میدیم اصلا دیگه... من یکی خدا رو بنده میشه اصلا دیگه من نمیام مجری من دیگه من میرم خدایش. ما هم موقعی که چنل زدیم بارها گفتم اصلا شروع کردیم به باخت خلاصه که خیلی واقعا دمت کم که اومدی، خیلی به اون حال داد دوباره. حالا هم بیشتر هم تایما رو سعی میکنیم کوتاه‌تر کنیم که راجع به رئال دیگه چمپیونز لیگ میرسیم جذاب‌ترم میشه.
دمت گرم. بچه هایی که خیلی درخواست دارن که طولانی تر باشه. آره. ولی... بیشتر و تو به خاطر این طولانی نمی کنم که چنل بزنم تو فکرم هست. آره میخواد اصلا چنل بزنه. از الان سابسکرایب کنید. ببین چی میشه. دمت گرم. ممنونم. ممنونم. قربونت برم. خدا حافظ.